سلام دوستان عزیز، خوبین؟ خیلی خوش اومدید. همینطور که در جریان هستید گفتم که ساعت 9:30 صبح ایران لایو جنجالی داریم، شراب داغ به مهمان جنجالی. امیدوارم که تا آخر لایو باشید و از این لایو جنجالی لذت ببرید. خوبین؟ خودتون؟ خیلی خوش اومدید. سلام فرزی جون، خیلی خوش اومدی. سلام آریان عشق. سلام بچه ها، خیلی خوبین؟ خیلی خوش اومدید. امید چقدر بی کلاس. خب من مهمان رو دعوت میکنم اگر آماده باشن. فرضی جون اگه میشه درخواست بدید به من، بلند حرف بزن. باشه ازن. صدام خیلی کم بوده. فرضی جون اگه تو لایوین به کامنت بذارین. آریان یه کار واجب دارم بیار بالا، نازم مهمون دارم، خوابم گرفته، میشه برم؟ آره عزیزم برو بخواب، ولی لایو سیو نمیشه که دیگه ببینیش، ببخشید. لایو باید دست دادی دیگه، مشکل من نیست. میشه منو دعوت کنی؟ نه عزیزم نمیشه، اینجا گاوداری نیست. سلام دوست عزیز، خیلی خوش اومدید. سلام. سلام آریان جان. سلام، خوبین؟ خیلی خوش اومدید. چی میخوری؟ ببین الان گفتی 9:30 صبح ایرانه، صبح بخیر به همه ایرونیای گل. داریم چای میزنیم، چای همه خالی سلامتی. چیز شما فکر کنم، من شراب قرمز میخورم، شما شراب سبز، درسته؟ شراب سبز، دقیقاً دقیقاً. صبح خیلی خوش اومدید، تون بخیر. ممنون، زنده باشی. ممنون که فرضی جون دعوت منو پذیرفتی. اگه سلامی هست برای من و بچه‌ها بفرمایید وگرنه شروع کنیم. اوکی، فرست اف اول، اول از همه میخوام بگم سال نو مبارک به همه، عید همگی مبارک، 13 به در مبارک، ماشاءالله به همه ایرونیا سر تا سر دنیا سلامتی. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم. I love you. I love you too. خب فرضی جون شما که گفتی عیده، میشه ایدی منو بدید؟ ایدی شما رو خب بگو کجا این که بیام بهت بدم، نه اینجوری تو تلفن، میخوام بهت بدم، میدونی اونجوری بهت بدم از نزدیکی. خب بذار حرفشو بزنیم اگه موافق بودیم که بعد فیس تو فیس بشیم، خوبه؟ باشه باشه، ببینیم چی میشه. یه چیز به یه چیز دیگه میرسه برها دیگه. خب دوست داره ایدی بهم چی بدی؟ والا اونجایی که من شما رو میشناسم یک چیزای مختلف دوست داری. من تا حالا شما رو از نزدیک نشناختم ولی شنیدم بهم گفتی دیگه یه چیزای دوست داری. حالا ببینیم این لایو به چی برسه که آخرش میتونم تصمیم بگیرم. اوکی فرضی، من کمکت میکنم بعد تو ببین که یه چیزی بهت میگم، یه معرفی از خودم میکنم، بعد تو از اون شناختی که از من داری بگو که چی به دردم میخوره، بهترین ایدی برای آریان چیه الان. دقیقا. باشه باشه فرضی جون. آره پس من خودم رو بهت میگم که مثلا یکی از خصوصیتم رو بهت میگم، تو بر اساس اون خصوصیت من بگو که چی به درد من میخوره. اوکی اوکی، یواش بگو، یواش بگو. آره. که یادداشت کنم. خب کوت میخوای یادداشت کنی؟ اینجا میخوام اینجا یادداشت کنم. با سلام و درود به بچه ها، من آریان هستم با افتخار یک کونی. همین؟ آره دیگه، من آریان هستم با افتخار یک کونی هستم. حالا تو ببین دیگه چی به درد من میخوره. خب آریان جان ببین، این یکم کوتاست. ببین من چون که کونی نیستم، من کونی نمیشناسم، اصلا بدونم چی کونی ها دوست دارن. حالا یه چیز میدونم که دوست دارن، اونو که دوست دارن میدونم اونو، ولی اونو من نمیتونم بدم دقیقا اونو که کونی یا دوست دارن. میفهمی چی میگم؟ یه چیز میشه یکم بیشتر توضیح بدیم، اصلا کونی ها اهل
چی هستن، مثلا نمیدونم لواشک یا گردو دارم، چایی، چی خب دوست دارم؟ من پسر هستم، من یه پسری هم که کون میدم. حالا تو ببین یه کون چی نیاز داره که بشه دیگه بدی؟ یه کسی تو کامنت داره می نویسه الان اگ پلانت به فارسی چی میشه؟ بادمجون میخواین. یه کسی تو کامنت ها دارن می نویسن دیگه. بادمجون دوست نه دارین؟ بادمجون بیارم وسط. نه بادمجون میخوام چیکار کنم مثلا؟ من که حساسیت دارم به بادمجون، بخورم چیز میگیرم، مریض میشم. باشه، من نمیدونستم، گفتم بادمجون رو سرخ کنیم با روغن بخوریم واسه شام. حالا اینو نمیخواین، یه چیز دیگه بذار ببینیم تو کامنت ها چی میدونیسن، شاید کمکمون بکنن. ببینن بچه هر کی میتونه کمک کنه به آقا فرزی که من چی دوست دارم هدیه بگیرم ازش بنویسن. یه کسی یه چیزی نوشت با که یه ره اوه 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 او. تو خب همون بگو، بلندش بگو، قشنگ بگو چی موز. یه کسی نوشته موز. خیلی ها دارم می نویسن اون چیزه که داره توش، اونم داریم. خب اسمشو بگو. آره همجان زشته بگم، میشه مثلا بگم که یه ره کی... نه نه اسم کاملشو بگو. خب میگم یه چیزی که مثلا مثلش باشه. زیر. نه خودشو بگو. کیر. خودشه. این خونه تکیه کرد. میدونی منو میشناسین، اونایی که منو میشناسن. مامان اگر مامان نگاه میکنی ببخشید، من اینجوری نمیخواستم. خودشه. خب مریم جان ببخشید، من اون دفعه که با هم حرف زدیم، قسمت اول با هم حرف زدیم، بهت گفتم من چیزا دوست دارم. کس کسو دوست دارم، خواهش میکنم بر بخوره، ولی از بچگی عاشق این بودم. من تا حالا ببخشید ترای نکردم اون چیزی که شما واسه ایدی میخواین و قرار نیست که ترای کنم، ببخشید. حالا من میدونم. خواهش میکنم. خب اوکی، حالا وقت زیاد داریم شوخی کنیم. مرسی که دعوت منو برای بار دوم پذیرفتی و مهمان لایو من شدی. چیز فرضی جان چند سالته؟ کجا زندگی میکنی؟ ما والا 37 سالمونه. 37. ما در ایالت نیوجرسی بغل نیویورک در آمریکا هستیم. آمریکا نیویورک. بله. اوکی نیویورک هستی. شغل چی عزیزم؟ شغلم ما کار مختلف انجام میدیم آریان جان. ما چیز مخصوصی نیست، ما سرمایه گذاری میکنیم، کارهای مارکتینگ و این چیزا واسه کمپانی های مختلف دیگه. ما یه کارهایی میکنیم که سعی میکنیم یه پولی در بیاریم دیگه. خب یکمه چون بچه ها همه مال ایران هستن راحت تر صحبت کنم، من نمیفهمم چی کار میکنی. بچه های ایران، اول از همه اونایی که الان لایو رو جوین کردم، آریان جان با اجازت سلام علیکی کنم. سلام، صبحتون بخیر. Good morning to all the Iranians. الان میدونم نزدیک یه رو به ده شماست، صبحتون بخیر. من و آریان داریم شایی میزنیم. صبح بخیر، سلامتی. آریان جان گفتم یکی از کمپانی ها که دفعه پیش کمپانی چیزه؟ کمپانی کس که بله. اونایی که من دنبال میکنن پیج فرضی لوکو اینو میبینن خیلی تو پیجا. این یه پروتین ارگانیکه، پروتین کس ارگانیکه، خیلی خوبه. پلانت بیست نمیدونم به فارسی چی میشه، از پلانت نمیدونم، پلانت به فارسی یعنی از گیاه درست میشه، درسته؟ از چی؟ از گیاه، یعنی از مثلا درخت و مثلا گل و اینا درست میشه. دقیقاً از گل. بله بله بله، خیلی خوبه. مزه های مختلف داریم، توت فرنگی، کس شکلاتی، کس وانیلا، خیلی چیزهای مختلف میفروشیم. اوکی درسته فرضی جون، چون ما سوال زیاد داریم و لایو اونم فقط یک ساعته، فقط کوتاه جواب بده. اوکی
دقیقا باش. بعد چی فرضی جان اسم این کوسو خودت گذاشتی یا نه این شرکت آمریکایی اسمش گذاشتی؟ خب ما ایرونی ها کوسو یه جور میشناسیم اون کلمه رو، ولی کوس یه جزیره است تو یونان، خیلی ها که نمیدونن تو یونان صاحبش یونانیه، یه جزیره خیلی قشنگه. بعد بری یونان میتونی یک لباسایی بگیری که نوشته روش I love کوس، یعنی من عاشق کوسم، ولی معنیش من عاشق جزیره کوسم، اونایی که نمیدونن چیه. آره خب الان شما به من بگو که این اسم محصولات شما که اینا رو خودت درست میکنی درسته؟ من کمکشون میکنم، مارکتینگ و تبلیغات و این چیزا تو تبلیغاتشون میکنی، این اسم تو انتخاب کردی یا خود شرکت آمریکایی انتخاب کرده؟ خود شرکت آمریکایی، من بهشون زنگ زدم گفتم ببینین شما میدونین این معنی چی هست واسه ما ایرونیا، نمیدونستم. من بهشون گفتم، خندیدن، خوششون اومد، بعد از اون دیگه همکاری با هم کردیم دیگه. درسته، خب درسته. بعد 37 ساله تا آمریکایی، بچه کجا ایرانی؟ من اینجا به دنیا آمدم در آمریکا، چند بار ایران بودم و میخوام برگردم ایران یه روز، ولی من اینجا تو آمریکا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. تو آمریکا در نیویورک به دنیا اومدی؟ بله. بعد اینکه اوکی، خب تو در آمریکا به دنیا اومدی، بعد فارسی رو هم پدر مادرت یاد دادن بهت، درسته؟ بله، یاد گرفتم فارسی از مادر پدر گلم و رفتیم مدرسه فارسی که میتونم فارسی بنویسم. اونایی که من فالو میکنن میبینن که من جوابشون رو میدم به فارسی دیگه. من افتخار میکنم که یک ایرونی هستم در آمریکا. در آمریکا هستی؟ خب بعد الان شرایط چجوریه؟ مجرد هستی یا متحد؟ من یک زن دارم که الان خوابیده، داره لالایی میکنه، منم بیدارم دارم شلوغ بازی میکنم، ولی به من عادت داره دیگه، اینجوریه دیگه. فرضی لوکو چیز زنت ازدواج کردی یا نه اوپن هستین، یعنی فقط از اینایی که با هم هستین؟ ما با هم هستیم، اوپن نیستیم، ما بسته هستیم. یعنی منظورت اینه که مثلا میتونیم بریم اون ور کارای نه، منظور اوپن یعنی اینکه مثل ایرانیا، مثل سنت ایران مثلا عروسی گرفتی، عقدنامه دارید یا نه فقط با هم زندگی میکنید، میگین ما زن شوهری؟ ببخشید من یکم ذهنم یکم خرابه بعضی وقتا، من فکر کردم گفتی اوپن، یعنی چون که تو انگلیسی اوپن معنیش اینه که مثلا میتونی بری، چجوری بگم، نمیخوام بیاد، یعنی منظور من این نیست که شما برید کس بکنی ایشون هم برن بدن، نه منظور نه اوپن یعنی این که مثلا با هم هستید یا نه ازدواج چیز دارید قانونی کردید، اینو میخواستم بگم. امضا کردیم، آره ما امضا کردیم، گفتیم عروس رفته گل بچینه، آره دیگه اینجوری کردیم. خب بچه داری؟ ما بچه نداریم، نه فعلا نه. نه فعلا. بعد خانومتون چی، آمریکایی یا ایرانی؟ خانوم من اوکراینیه، روسیه، اوکراینیه روسی. بله. بعد این کلیپام میاریش درسته؟ کلیپام نمیارم آریان جان، یکم خجالتیه، دوربینو دوست نداره مثل من، میمونه پشت دوربین، بعد چند وقت الان باش ازدواج کردی؟ ما والا 2 ساله با هم ازدواج کردیم، نزدیک 6 ساله با هم هستیم، زندگی میکنیم با هم، یه خونه داریم دیگه، حال میکنیم. خب 6 سال هم دیگه رو میشناسیم، ولی 2 سال ازدواج قانونی کردیم. قانونی؟ بله. خب این که شما الان، یعنی تو الان 37 سالته، از 31 سالگی با این خانوم هستی، 6 ساله هستی. بعد از زمانی که با این خانم آشنا شدی 31 سالگی تا الان 37 سالته، حالا خیانت کردی؟ خیانت یعنی چیت؟ چی؟ خیانت یعنی یعنی وقتی که تو رابطه با این خانم توی 6 سال رابطه بودی کون یا کس دیگه هم کردی؟ خب چرا کون بکنم، میدونی من اهل کون نیست، نه کون مرد نیستم، ولی کون زن اوکیه، ولی کون مرد من خب چه نه ببخشید شما چرا ذهنتون منحرفه، مگه فقط مرد کون داره؟ خب زنم کون داره. خب من فکر کردم گفتی مثلا رفتی کون و کس کردی، من همونو کس بگی کافی بود، نمیدونم چرا گفتی کون، چون که همه میدونن زن کون داره، ولی یکم چیز قاطی پاتی شد مغزم.
شما فکر درگیر عزیزم، درگیری فکر خودتو به ما سمت ما نفرست. منظور اینه که بودی کسکون کردی، یعنی یه اصطلاح، یعنی زمانی که رابطه با خانم داشتی خیانت کردی بهش، میرفتی کسکون میکردی؟ نه با اجازت، نه ما این کارا رو نکردیم. ما فقط نگاه میکنیم، مثلا اون پشت وای میستیم فقط نگاه میکنیم، ما دستکاری نمیکنیم با کسی. ما آدم مرد چیز هستم، مرد اصیل ایرانی که این کارا رو نمیکنه. خب سلامت. ببخشید، شما میگید مرد اصیل ایرانی هستین، خیانت از مرد اصیل ایرانی میاد، یعنی خیانت ریشش تو مرد اصیل ایرانیه. دارم یاد میگیرم. ببین من اینجا به دنیا آمدم آمریکا. I was born here in America. I'm learning. دارم ازت یاد میگیرم دیگه. خب من پس هیچ وقت چیز نکن، تو رو خدا مرد ایرانی رو خوب جلوه نده، چون ریشه خیانت از ایران اومده. جدا؟ بله مرد ایرانی معروف به خیانت، غربی ها هستن که خیانت نمی کنن. خیلی جالبه، من نمیدونستم. خب اینو الان اضافه کن به تجربیاتت. بعد 6 سال با ایشون بودی، بعد این خانوم چه خصوصیتی داره؟ مثلا قد بلند، هیکلی، سینه گنده داره، کون گنده داره، چی شد که عاشقش شدی؟ چشماش آبی و سبز، گفتی اونش گنده است، اونم گنده است، اینه دوتا هندونه که چسبیدن به هم، اونا خب هم گنده است. آره هیکلش خوبه، ولی نه از همه چیز پرسونالیتی، شخصیتش خیلی خوبه و خیلی دوستش دارم، دختر خوبه. خب بس بیشتر یعنی رفتار و شخصیتش مهمه. همه چیز مهمه، من همش میگم اولین چیز قیافه است، اولین چیز بعد قیافه مهم باشه، بقیهش دیگه خودش دیگه سکندریه، سکندری به فارسی ریدم دوباره. اوکی. بعد این که وقتی که تو با خانم ازدواج کردی، خانم دختر بود یا زن بود؟ چی؟ مرگ چی؟ چی گفتم که چی؟ یعنی چی مرد بود؟ یعنی خب چی که نمی چیزی که نمیفهمی بگو، نمیفهم چرا میگی چی؟ آلپی چی؟ چی پیش پی چی؟ سوال کردم گفتم وقتی که با خانم ازدواج کردی دختر بود یا زن بود؟ این چه سوالیه؟ یعنی چی مرد بود؟ من فکر میکنیم من گفتم مرد بود. کی من گفتم مرد بود؟ تو گفتید باش ازدواج کردی مرد بود بعد زن بود. نه من کی گفتم مرد بود؟ چرا زبان بازی میکنی؟ گفتم وقتی که با خانم ازدواج کردی خانم دختر بود یا زن بود؟ او فایشه مرد است که از خون خراب بود. آه ببخشید، من فکر کردم گفتی اول مرد بود بعد زن شد. ببخشید من اینجوری نه گفتم که دختری که با ازدواج کردی که دختر خانه بود یا زن بود. زن و نمیفهمم فرقش چیه دیگه. زن بود یعنی اون چیزای زن داشت، تشکیلات زن داشت دیگه، نمیدونم فرقش چیه خانم یا زن. منظور من اینکه همین کسش پرده داشت یا نداشت. پر؟ آره پر یعنی پرای پرنده، نمیفهمم چیه پر. یا تو خودت میفهمی یا مارم از خره کدی یا نمیفهمی؟ نه من نمیفهمم. تا من هوا میگی پر، من فکر پرنده هستم. من شاید پر، من گفتم پرده. پر کجا آوردی؟ ماچاکوس؟ آها پرده، یعنی پرده مثلا یعنی وقتی که آمد باش ازدواج کردی هم کسش پرده داشت یا نداشت؟ آها یه کسی داره می نویسه باشید ورژن، ورژن بود یا نه. خب ببین من از طریق مرد speaking from a guy، ما همش می خواهیم فکر کنیم ما اولین کس بودیم واسه اون زن. حالا ما بله پرندهش رو داشت، پردهش رو داشت، ببخشید. آره پس یعنی وقتی که تو با خانم ازدواج کردی پرده داشت. پرده داشت، آره 100% یعنی... پرده داشت. غلط کرد اگر پرده نداشت. آره یعنی منظوری که تو ازدواج کردی، تو اولین نفری بودی که باز باش سکس میکردی از تو کسش. 100% تو اونجاش، تو اونجاش تو اون همه چیز اولین بارش بود. مگه چند جاش زدی؟ دیگه هر جایی که باشه آریان جان، خودت میدونی فرق مرد با زن. من چون که اهل زن هستم، من بهت میگم زنا بیشتر تشکیلات دارن که میتونیم باشه انجام بدیم. همینه نه دیگه. زن چی داره دیگه؟ نه خوبه، من یک کون هستم یک سوراخ دارم.
زن چی است؟ یک کس داره یک کون داره؟ دو تا سوراخ چی فرق داره؟ خب مرد یه سوراخ داره، زن یه دو تا سوراخ داره، دو یعنی تا سوراخ. دو تا سوراخ داره زن، یعنی زن بیشتر داره دیگه، تشکیلاتش خب دو بیشتر، تا یعنی داره دیگه، بیشترش چی معنا؟ دو تا داره دیگه، دو تا، یک کس یک کون دیگه چی؟ نه یعنی چی اون دو تا داره دیگه، دارم میگم و اینجا هم داره دیگه، یعنی سه تا. خب اینجا رانه که من بر نام خود اینا لبایم شطور باری گنده باری کتم باری. زرگری حرف میزنی چه زبونه؟ نه خب چی میگین؟ تو میگی دو تا سوراخ داره، خب یک کس داره یک کون داره، دانم که من دارم، ها من دان دارم. خب اینا ماشاءالله نام لبای کته کته. خب چی؟ خب آریان جان من از تو یه سوالی کنم. Can I ask you a question؟ بفهمی جانم. من چون که تجربه ندارم در دنیای شما، ولی خیلی رعایت میکنم. I respect the LGBT community. خیلی دوستشون دارم، خیلی دوست دارم که هستن اینجوری، ولی من چون که تجربهش رو ندارم، من میخوام سوال کنم. I wanna ask. شما خودت تا حالا با زن بودی تو عمرت؟ من ببین، من الان 19 سالمه، در سن 15 سالگی دو بار کس کردم، یک کس 50 ساله. تو 15 سالت بود یه زن 50 ساله کردی؟ دو بار کس کردم، دو تا کس 50 ساله، اونم بابام برام اجاره کرد. چون ببین، من پدرم میدونست من کونم، بعد میگفتش که بذارید من آنس باشم، یعنی راستشو بگم. ببین فرضی، اسم تو توی شناسنامت چیه؟ فرزام کاظمی. خب فرزام. خب ببین، من توی مجازی آریان عارفی هستم، خب ولی تو شناسنامم باقر صادقی هستم. من تو مجازی به خاطر که محبوبم مرد خواهی دسترت نمیبینی لایو هستا فایش از زنگ زده، زنگ زده کسا در حرکت فایش از لایو هستا نمیفهمی این چه قسم زندگی لایو را انداخته سگا من رو گم بزن به لایو هستا. سلام بینندگان عزیز، سلام، لایو هستا. آه! من دو سالی برنامه نیستم تخت 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 زنگار زده رایی هستم. اوف، کی بود؟ مشتری داری؟ I'm sorry. آه اکسان تو ننه جعفر زنگ میزنه که چی خبر است. من فکر کردم مشتری داری. اگر مشتری داری، نه ننه جعفر زنگ دو یک ساعت دیگه صفحه صلوات داریم. زنگ داده که آدرس کجاست. خب سب که در دیشب در واتساب گروه فرستادیم آدرس دیگه بایشه. آها، اوکی. این فارسی جانم ببین، این فارسی من بخاطر ببین بچه ها، فرض اینجا من چون به خاطری که در مجازی محبوبم، به خاطر اینه که خیلی رو راستم با مردم، یک فیس دارم، یعنی دبل فیس نیستم. من توی مجازی بهم میگن آریان عارفی، چون خب من نمیتونستم بگم کونم، بعد اسمم باقره. میشد؟ نمیشد دیگه. خب نمیشد من بگم اسمم مثلا باقره، بعد اسمم باقره بعد کونم. به خاطر این مثلا منو مثلا سفره صلواتمون جمع زنونه تصمیم گرفتیم که وقتی اومدیم تو مجازی و خودم معرفی کردم که من کون هستم، اینا گفتن یه اسم خوب برات انتخاب کنیم، آریان رو انتخاب کردن، آریان عارفی. و الان توی مجازی آریان عارفی هستم، ولی توی شناسنامه باقره صادقی هستم. گفتم بهتون بگم، در 15 سالگی پدر من میدونست که من کون میدم، چون بهش رسونده بودم، گفتم باقر داره کون میده. بعد بابام گفتش که یه روز منو گفتش که باقر تو داری کون میدی؟ گفتم خیلی راحت بودیم ما با هم. گفتم بهش گفتم بابا مثلا نمیدونم، یه تجربه جدیدی دارم، تجربه میکنم، دوست دارم بدم. گفت خب یک بارم کس بکن ببین کس چطوره، کس بکن، اگه خوشت نیومد برو دوباره کون بده. گفتم باشه. بعد یک کسی که همیشه خودش میکرد، یک کس 50 ساله رو بعد برای من آورد، رفتیم هتل، من کردمش، آب من اومد، دوبار کردم ولی هیچ تأثیری نداشت، دوباره بازم دوست داشتم کون بدم. و دیگه گفت پس خب، گفتم نه پدر، مثلا من کیرم برای کس بلند نمیشه، حال نمی کنم، آبم میاد میتونم بکنم ولی حسی ندارم. پس گفت خب برو کونتو بده. الان من 15 سالی است که دارم کون میدم.
اوکی حله. فقط میخوام بدونم تو تنها تجربت با یک زن 50 ساله بود، هر وقت تو 15 ساله بود، حالا فکر نکردی با یک مثلا نمیدونم 18 ساله باشه؟ چون که اونجاش یکم فرق میکنه از یه 50 ساله. نه نه فکر نمی کنم. ببین کس کسه کس 70 ساله بود مثلا. ای بابا مثلا چرا؟ من بیام به شما بگم مثلا کیره؟ نه همه شیپ های مختلف داریم، اندازه های مختلف، نمیشه بیام بهت بگم همه مثلا اینا مثل همه. نه مثل اونجای زن همشون فرق میکنه شیپ هاشون. آخه چون من تا حالا کس دو بار فقط کردم، نمیدونم، تجربه ندارم. و همینو دارم بهت میگم آریان جان، اگر مثلا یکی واسط آوردم مثلا نزدیک سنت باشه، خوشگل باشه، بشه چانس میدی؟ یک چانس فقط میخوام تو یک تجربه کنی، مثلا بهت بگم چی مثلا تجربه نکردی تو زندگی. خب اوکی، من به یک شرطی اجازه میدم تو برام یک کس همسن خودم بری بکنم. مرسی. اگه شرطم رو قبول کردی اوکی؟ اگر چی تو قبول کردم؟ یه شرطی دارم، یعنی یه چیزی بهت میگم برام انجام میدی، بعد من اون کسی که تو آوردی میکنم. خب شرط چیه؟ شرطم اینه که تو منو بکنی، منم کسو بکنم. ای بابا باز اینجوری من تو که میدونی من چیه، من این کارا رو نمی کنم آریان جان. من نمیتونم اصلا. من یک مرد لخ ببینم جلوم باشه مثلا میگم لباساتو بپوش. What are you doing؟ من نمیتونم. من مرد نیستم. یعنی تو الان فکر می‌کنی من مردم به این ظریفی به این زیبایی؟ خب ببین اگه من تو رو دیدم نمیشناختمت میگم آه چه زن خوشگلی. آره خب تو الان منو یه مرد می‌بینی؟ یعنی به نظرت با این صدای ظریف، با این پوست سفید، با این لبای خوشگل، با این دستای ظریف تتوی ناخنای قرمز، با این بدن ظریف سفید نام خدا شیرواری، تو الان منو یک مرد دیدی؟ خب من اگر نمیبینی من مثلا مو رو سینم دارم اینجا، مثلا اینجا جنگله، پشمالو پشمالو تا هوا، ولی تو هی... خب تو خب من الان یعنی تو الان تو من در نظر تو یک مرد اومدم؟ یعنی الان ما داریم فیس تو فیس صحبت میکنی؟ نمیدونم، من تشکیلات تو ندیدم که مثلا من بگم زن هستی یا مرد نیستی، ولی اگر یه چیزی مثلا نشون بدی مثلا که زیاد چیز نباشه، سکسی مکسی نباشه، مثلا ببینیم چه خبره اونجا هات. اگر... اوکی پس من بعد یه لباس میپوشم ببین بعد به تشخیص بده من زنم یا مردم. اوکی. سلام بینندگان عزیز، من سلام میکنم به دوستای عزیز بهرام، معین، بله معین، نه معین خواننده، یکی معین، میستر افشین، ریچی هاسو، سلام، لا مصب اسمش رضاش گذاشته ریچی، امید، نه امید خواننده، امید غلامی، رومینا رو تک کرده، آروین، یک کسی اسمش گذاشته شیکر، دیجه فرهاد، امیر سلیمانی، الان داره جودی. چی گفتی آریان؟ جودی همین شورتم هم کجا؟ آریان الان داره خودشو آماده میکنه، اگر میخواین دوستاتون رو تگ کنین که بیان تو لایو، if you want to tag your friends. جودی الان موقعیتش باشه فکر کنم آری، ولی ما خیلی دیدیم. دمت گرم، مرسی. خب اوکی قربونت برم، مرسی. نندان مهاتو سلام. اه لباس پوشیدی، سلام. تا نه دیگه که گفتم میخواستم دایتان نشان بدیم اومدیم. خب اوکی نندان جون سلام. آریان جان رقصت خیلی خوب بود، قشنگه. این لباسایی که دارین لباسای واسه مشتریات هست؟ اول مشتریات میان یا چجوریه؟ Yes, I do, of course. Like, you know, I'm a sex worker. من سیکس ورکر هستم، یعنی کونی هستم، کون میدم پول میگیرم. قیمت ها رو میخوای بهت بگم؟ خب من سوال کنم مثلا یک ساعتیه، نیم ساعتیه؟ بعضی مردا خودت میدونیم 5 دقیقه فقط احتیاج دارن. چجوریه ساعتاش، قیمتاش؟ به خاطر که عید نوروز، عید ایرانیان عزیز هستش، عید باستان، عید کوروش عزیز،
به همین مناسبت شب تا صبح 30,000 تومن، یک بار 15,000 تومن، ساک 5,000 تومن، لاپایی 2,000 تومن، روشهرواری 1,200. رو شهرواری یعنی چی؟ یعنی که روشهروار بکنن، چجوری؟ یعنی که من لباس دارم، شما لباس داری، فقط به هم بمالیم، یعنی از پشت بماله، فقط آبش بیاد. نمیفهمم. همدیگر رو میمالین تا داتایتون مگه یعنی اینکه مثلا من رو لخ نمی کنم، یعنی فقط از رو با لباس منو میکنه، میماله کیرشو، میماله به من، میماله تا آبش بیاد. جالبه. اون چقدر قیمتش؟ رو شهرواری 1,200. 1200 دلار یا تومن؟ تومن دیگه. آه من نمیدونم تبدیلش به دلار چی میشه، چون که ما اینجا دلار داریم. اوه، دلار به دلار، یه دلار چنده؟ 25,000 تومن، درسته؟ آره. یعنی تو با یه دلار میتونی منو 25 بار بکنی. فقط با یک دلار؟ تو با یه دلار، ببین، با یه دلار میتونی شب تا صبح منو بکنی. خب قیمت تو باید ببری بالاتر. این چیه یک دلار؟ یک دلار خیلی کمه. خب درست نیستم، ولی من چون به خاطر که آفر گذاشتیم برای عید نوروز، به خاطر اون. خب 13 به در، فکر نمی کنی مثلا بکنی 13 دقیقه واسه 13 دلار؟ نه خب چرا، چون من به خلق خدا خدمت میکنم. چرا چرا دوست داری تو، چرا دوست داری به مردم گرون چیزی رو بدی؟ مثلا چرا دوست داری من یک به مردم، یعنی پول ازشون بیشتر بگیرم؟ من دارم به خلق خدا خدمت میکنم، دوست دارم خدمت کنم. خب چرا بد میگم، به توضیح میدم. من چون که بیزینس من هستم، من بهت میگم قیمت تو بعد ببری بالا. اگر اونجا کیفیتش بالاست یعنی ارزشش بالاست، یعنی بعد قیمت رو ببری بالا دیگه. آره من که ببین از من کیفیتم خیلی خوبه، دیدی که بدنم سفیدم، تاینی هستم، اسکینی هستم، خیلی تنگم، خوش فرمم، ولی به خاطر اینکه دارم به خلق خدا خدمت میکنم ارزون میگیرم. من حد ببین، من نیاز مالی ندارم. من خب همه میدونن، شما من زیاد نمیشناسید، ولی خب من هواپیمای شخصی دارم، قصر شخصی دارم، بنز دارم، آیفون 17 دارم، همه چی دارم. من فقط برای تفریح و یک خدمتی بکنم به ملت، به خلق خدا، این کارو میکنم. دمت گرم، خیلی ممنون. یک دست آنچنانی برای آریان که یک چیز قشنگ به مردم میدی. خب خواهش میکنم. ببین تو ما وقت زیاد نداری، من یه سوال میپرسم، یه دونه تو، یکی من. خب اوکی، تا سوالی که برات آماده کرده بودم چی فرضی، فقط اینو به من بگو که 37 سالته، تو قبلا کار دیجی میکردی؟ کارهای دیجی میکنیم، کارهای MC میکنیم. آره هنوزم میکنیم. هنوز هم میکنی؟ چه سالی وارد کار دیجی شدی؟ نزدیک 15-20 ساله. آره خیلی وقت این کارو میکنیم. آره خیلی وقت. تو این کار موفق هستی؟ آره. ببین آریان جان، یکم ببخشید، میشه سوژه رو یکم داغتر کنیم؟ مثلا کسی کاری نداره من که دیجی کردم، که بیجی کردم. نه فقط دست مای کوشن، فقط اینو میخواستم. موفق هستی یا نه؟ همین. موفقم، دمت گرم، جات خالی، انشالله یه روز با هم همکاری کنیم. نوت ازم فقط همه میخواستم بپرسم. اوکی، سوالی که برات آماده کردم، عجیب ترین جایی که کسی یا کون کردی کجا بود؟ عجیب ترین جا؟ بله. من بگم بیرون تو یک پارکینگ لات، بارون داشت میمد تو پارکینگ لات. خب ببین فارسی صحبت کن، بچه ها همه ایران هستن. پارکینگ یعنی توی پارکینگ خونه دیگه، مثلا جایی که ماشین رو پارک میکنن؟ نه توی پارکینگ مال، یعنی رفتم بردمش خرید، واسهش پول خرج کردم، بعد میخواست به من تانکیو وری ماش رو بگه، گفتم نه خانم اشکالی نداره، من دوستتون دارم، این کار رو نباید بکنیم. بعد خودش گفت نه فرضی، بعد بهت چیز کنم تانکیو بهت بگم، بعد متشکر بعد بهت بگم اینجوری. خب اوکی، بذار من چیز بهترش رو بگم. توی رفته بودی توی مرکز خرید، جایی که ماشین تو پارک کردی، اونجا یه خانومه بهت کس داد. بله اگر اینجوری، آره اینجوری، کاش که اینجوری گفتم بهتر، خیلی قشنگ گفتی. آره بله کس داد. بعد اینکه اونجا تو ماشین کردی؟ تو ماشین آره، ولی شروع کردیم بیرون ماشین، بعد دیدیم چون که بارون خیلی داره میاد، گفتیم چت نداریم، گفتیم بریم تو ماشین. آره
ادامه ماشی شو. بچه خوب بود، لذت داشت. خیلی خوب بود، آره جان کاری خیلی خوب بود، قشنگ بود، کارش حرفه‌ای بود، بلد بود. بله، و یه چیز دیگه خیلی برام جالبه، یه کلیپ از شما خیلی واینر شده بود، یعنی خیلی شیر شده بود توی مجازی، که میگفتین که همین محصولات دونی که تبلیغ میکردین، گفتین میگفتی همه باید کس بخوریم، درسته؟ بله خیلی مهمه، بله خیلی مهمه. همین تو در حد 1 دقیقه بر ما عکسشو برو، فکر کن الان همون زمانی بودی که این تبلیغ رو داشتی میکردی. بله آریان جان ببین، اونایی که کس تا حالا من مزه نکردن، اولین چیز باید کس رو بو کرد، بعد بو کنی ببینی به به به، بعد ببینی اول بوش خوشمزه است یا نه. دومین چیز باید چیکار کنی؟ باید خیسش کنی یکم، اینجوری اینجوریش میکنی، اینجوری اینجوری اینجوری، بعد چی؟ صلوات میرسی، اللهم صل علی محمد، میزنی بالا، میزنی تو رد دیگه، تو رد، درسته. خیلی راحته، خیلی چیز. همین بود، همین رو انجام داده بودی؟ خیلی کار سختی نیست، تکنیک های مختلف داریم واسه اش، ولی چیز بیسیکش، چیز اصلیش همونه دیگه. خب درسته، عالیه. داره. خب حالا تو بپرس از من. من میخواستم ازم بپرسم، شما که اونجا تو به پسرا میدین، راحت صحبت کن تو لایو من، لایو من آزاده، راحت صحبت کن. باشه، باسن بگم یا کون؟ نمیدونم ایرونیا. کون، من کون هستم، راحت صحبت کن. کون اوکیه؟ اوکی، اگر ایرونیا اوکی باشن ما میگیم کون. بله. اونجایی که مثلا من همش اینو سوال داشتم، اونجایی که میره تو مثلا من فکر میکنم خیلی در میگیره، مثلا یه کسی بیا به من این کار میکنه، مثلا میپرم بالا، مثلا میگم برو بینم، تو مثلا این کار میکنی مثلا درد نداره؟ ببین من وقتی که مثلا کیر میره تو کونم خیلی درد داره، ولی لذتش خیلی زیاده. تو میدونی که پزشکا گفتن بهترین راه، بهترین لذت آرگاز از تو کونه. آرگاز؟ بله آرگاز نمیدونم چیه، ولی فکر کنم میدونم داری چی میگی. آرگاز یعنی آرگاز یعنی همین که مثلا از تو خان تو آبت میاد به آرگاز میرسی، درسته؟ منم آبم از تو کونم میاد، و گفتم بیشترین لذتی که آدم میتونه ببره زمانی که یک کیر میره تو کونش و تو کون به آرگاز میرسه. خب ما مردای مثل من، مردای تو لایو الان هستن که اهل خانوم هستن، اینو اگر بشنون فکر میکنیم مثلا میرن این کارو تجربه کنن، این کارو بکنن؟ چیز برای آقایون اینجوریه، نه برای خانوما. من هنوز خانوما تو کسشون با آرگاس میرسن. من مثلا برای پسرایی که کونی مثل من هستن، ما مثلا فقط زمانی ارضا میشیم که یک کیر بره داخل کونم. خب ما ارضا میشیم هر وقت یه چیز، ما هر وقت با یه خانم هستیم ما یه جور دیگه ارضا میشیم، ما اوکی هستیم با اون، ما نباید با بگیریم تو چیزمون، با تو کونمون ما اوکی هستیم. نه تو کونی هستی؟ نه. خب از چرا دنبال این حرفی؟ من کونیم، من وقتی که کون میدم، وقتی که مثلا این فکر کن این کیر توه، این سوراخ منه، خب وقتی این میره توش من آبم میاد، و وقتی آبم از تو کونم بیاد این بهترین راه آرگاسمه و بهترین لذت تو دنیا داره، خیلی 100 برابر خانمایی که تو پس ارضا میشن. خیلی خوبه، این تا حالا نشیدم، خیلی خوبه. اوکی دمتون گرم. اوکی دوست داری یه بار من تو رو بکنم آبت بیاد؟ چرا؟ خب سوال دیگه، اگه دوست داری یه بار اینو لذت ببری، منم کیرم کلفته، یه بار تو رو بکنم آبت بیاد ببینی چه لذت داره. میدونم اونجا کلفته. اصلا منم اگر میخواستم بکنم بهتم میگفتم نه، چون که اونجا کلفته، داغونمون میکنی با اون چیزه. الان دیدیم تو شورت چه خبره، اونجا اومدی رقصیدی،
دیوونه بدبختای پسرا رو داغون میکنی با این چیزی که داری تو شورتات با این بادم جونت. ببین من الان، ببین من الان کونم یه دلار میارزه، کیرم 500 دلار. معلومه با معلومه، دیدیم تو لایو الان شورتات رو در آوردی، دیدم چیز اوتلاین چیز رو شورتات، لا مصابونو به این بدبختای مشتری ها داغونشون میکنی با این بادم جونی که داری تو شورتات. میخواستم بهت بگم، ببین میخواستم بهت بگم من کونم، یعنی 30,000 تومن همیشه شب تا سو، ولی کیرم 500 دلار میارزه. چرا؟ تو هنوز اینو نخوردی، یک بار اینو بخوری بکنی بذاری تو سوراخ عاشقش میشی، فردا میگی فقط آریان بیا منو بکن، انقدر لذت داره کیر پلو. میدونی که نمیدونم ولی از تو میشنوم. باشه میشنوم. خب باشه. چی شد؟ دوست داری؟ ما یه بار بمیدونم ببخشید عوض میخوام، ما هنوز اهل چیزای زن هستیم، ولی من خیلی ها میشناسم که اینجوری دوستم میتونم واسط بفرستم در سراغت، در نزدیکت بیان شما خب رو تحصیل. خب حالا نوبت من سوالم رو بپرسم. کیر چند سانته؟ ببخشید من تا حالا خطکش نگرفتم که اندازه بگیرم مثلا بگم او نو اینچه ماشاءالله. من بهت بگم راستشو، من تا حالا شکایتی نداشتم از هیچ خانومی مثلا بگم اه فرضی جوجه فرضی جوجه، نه اینجوری نگفتم. به میگن فرضی کوبیده تو خیابون، میگن فرضی کوبیده. پس یعنی کیرت کلوفته بگیم. آره 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 درسته. و یه چیزی کیره، خب چون تو در آمریکا به دنیا اومدی میخوام بدونم که آیا خانوادت کیرتو ختنه کردن یا نکردن؟ صد درصد ختنه کردن، اگر نکردن غلط کردن. آره کردن. آره مال مال و خودت مال تو و خودت هست؟ نه من که خب تو ایران به دنیا اومدم و خب اصلا اونجا بودم، رفتی نه من که آمریکا نبودم. آه تو ایران میبارن. بله خب تو ایران ما مسلمون هستیم، نام خدا میبرن. باز چی بهش میگن الان؟ خودت چی؟ خودت دوستش کیرت ختنه باشه یا نه دوستش آنکات باشه؟ نه ختنه باشه. اونایی که ختنه نیستن تو عکس، چند تا عکس دیدم قشنگ نیست، نمیدونم چه جوری بگم. حالا من نمیدونم حرف بزنم، حالا شمایی که اهل کیر هستین میتونین بگین دوست دارین یا دوست ندارین. ولی من ببین من خودم یکی از توی وبسایتم نوشتم only cut، یعنی اینکه فقط کسایی میتونن منو بکنن که کیراشون ختنه شده است، چون میدونی کسایی که کیراشون ختنه نشده بلند نمیشه و من 2 ساعت بعد ساک بزنی بعدم نه اصلا نو نیور، فقط من برای کیری کون میدم که ختنه شده. خب از نظر مالی بیشتر ازشون پول بگیر، چون که بیشتر وقت میذاری 2 ساعت 2 برابر ازشون پول بگیر، چون که صفر نمیشن بیشتر بر روش کار کنی. من بهت میگم بیشتر ازش پول بگیر، چرا نه؟ نه اصلا بحث اون نیست وقتم، چون من وقتم خیلی تلاس و بهترین ها رو انتخاب میکنم و تموم میشه. آه فهمیدم، اسکجولت پره، روزت پره، خیلی مشتری داری، نمیتونی با یک مردی که ختنه نشده 2 ساعت اینجوری اینجوری کنی تا صفر بشه. فهمیدم فهمیدم فهمیدم. اوکی خوب. اوکی حالا تو بپرس. من دیگه فکر کنم سوالامو پرسیدم دیگه. تو لایف کسی سوال داره من بپرسم از اشکاری داره بپرسم؟ آریا تو خودت این سوالی نداری؟ من اونجایی که به من گفتی توضیح دادی فکر کنم همه سوالام جواب گرفت. اونجایی که بهم گفتی کسی سوال داره تو لایف از آریان بپرسیم، کسی میخواد یه چیزی بدونه؟ اینجوری اینجوری وای دلم خیلی کسخلی، تو پول پولتو بگیر. ببخشید فارسی اینجوری، یه کسی داره یک زبونه دیگه. آریان جان برمان خب اوکی بلش کن پس، اگه تو سوال نداری من سوال رو میپرسم چون وقت زیاد نداریم. بپرس. آره وقت زیاد نداریم الانم. یه کسی سوال میکنه آریان جان کجا زندگی میکنی؟ من سیار هستم، هر جا که مشتری باشه میرم عزیزم.
اوه چه جواب تیز، ماشاءالله. Yes, I am. یعنی هر جایی که مشتری باشه من میرم، چون من جت شخصی دارم و در هر کشوری فرودگاه شخصی دارم، هیچ مشکلی ندارم، فقط کیر باشه من همه جا میرم. خب قربونت بشم، به هم بگو که اولین رابطه‌ای که گذاشتی در چند سالگی بود؟ رابطه یعنی بنگ بنگ؟ یعنی بله بنگ بنگ، اولین کسی که کردی چند سالگی بود؟ من یادم بیاد نزدیک 16 سالم فکر کنم بود، آره 16-17. چه حسی داشتی؟ حس چیز بود، طولانی نبود، خیلی زمان کوتاه بود چون که اولین بارمون بود، زیاد تجربه نداشتیم، ولی بعد از 5-6 بار بیشتر اکسپریانس گرفتیم، کارمون بهتر شد و بهتر شد تا رسیدیم به امروز. خیلی کارمون درسته. میخوای دوباره لخ بشی؟ نه نه نه، گوشی رو ندارم، فقط تو این گوشی استاپ کرده، من هیچی رو ندارم، الان مجبورم با این گوشی نگاه کنم. بعد 4 سال، خب سال بعد این پس تو 16 سالگی بوده، بدترین ضد حالی که تو سکس خوردی چی بوده؟ بدترین ضد حالی که طرف، یعنی یا خودت ضد حال زدی به خودت یا طرف بهت زده؟ ضد حال یعنی یه چیز که شده که خوب نبود؟ یعنی خوب نبود، مثلا طرف وقتی که میکردیش گوزیده یا ریده یا پریود بوده یا هر چیزی که آف شدی؟ آخه کسی وسط سکس میگوزه؟ Yes I am, I do, of course I do. خب من ببخشی وقتی دارم کون میدم فشار خیلی روم میاد، میگوزم، چه ربطی داره؟ تو میگوزی؟ Yes I do, of course I do. این یه چیز طبیعیه، من وقتی ببخشی یه کیر 9 اینچ میره داخل من چجوری تحمل کنم؟ میگوزم دیگه. بعد اون مشتری طرف مثلا هنوز داره میکنه یا مثلا میکشه بیرون بعد میگه اه 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 چه بوی، یا چجوریه؟ این خب این سوال من از شما بود، شما سوال من رو جواب بده. گفتم گند خفن ترین و گند ترین اتفاقی که تو سکس افتاده چی بوده که آف شدی نتونستی ادامه بدی؟ راستش رو بگم الان ببخشید حواسم پرت شد، الان نمیتونم فکرش کنم، چون که تو گفتی میگوزی وسط سکس، من اگر یه چیزی اینجوری به خب یس آفرس آی دو. حالا من میشه سوال کنم؟ حالا سوالام اومد. خب نه، شما سوال منو جواب بدید، بعد وقت داریم شما بپرسید. فقط اینو بگو که داشتید یک کس کن میکردی، بدترین اتفاقی که وسط سکس افتاده و نتونستی ادامه بدی چی بوده؟ باباش اومد تو اتاق ناراحت شد، گفت چرا این کار رو داریم میکنیم. فکر کنم اون بدترین چیز اونجوری بود، پدرش داشتیم تو خونش میکردیم و مامان باباش خونه نبودن، اومدن شنیدیم چی کار میکردیم، تو تخت بودیم، باباش اومد در رو باز کرد، بعد دیگه خیلی ناراحت شد، منو انداخت بیرون. انداخت بیرون؟ آبت نیومد؟ نه تموم، متاسفانه نمیتونستیم تموم کنیم. تموم کنیم؟ آره. خب درست. و اینکه مثلا خب این باباش اومده هیچی؟ نه مثلا یه کاری که خود دختره کرده باشه، ریده باشه، گوزیده باشه، پریود شده باشه، بادگلو زده باشه، هر کاری که تو آف بشی، عرق کرده باشه، بو داده باشه، هر چیزی؟ من خدا رو شکر راستش رو بگم من تا حالا تجربه ای نداشتم که یک دختری بگوزه یا پریود داشته باشه، و خدا کنه که اینجوری نشه، چون که من نمیدونم چی کار باید بکنم اگر اینجوری بشه. مثلا برم بگم ببخشید خانم بسه، ادامه بدم؟ نمیدونم چی کار، ولی تا حالا نشده اینجوری خدا رو شد. حالا مثلا فکر کن تو داری منو میکنی، من وسط لایف وسط سکس دارم گوز میزنم، عکس العمل تا الان نشون بده به منو بچه ها. وایسا ببینم، به فکرشو بکن، من الان داگی وایستادم، داگی، بعد تو کمر منو گرفتی داری تق 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 میزنی، یه دفعه من گوز میزنم. حالا عکس العمل تو لایو نشون بده، فکر کن تو تست بازیگری هستی. اوکی من مثلا پشتتم اینجا، تو هم اینجا شراب تو بذار، الان برو عقب، فکر کن که داری آریان داگی میکنی، بعد که داری تق 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 میزنی آریان میگه
یه گوزی میده تو عکس العمل تو خیلی قشنگ با احساس نشون بده. خب یه سوال، این گوز تو فشارش زیاده که مثلا منو مثلا میندازه عقب یا چجوریه گوزت؟ نه زیاد نیست، فقط صدا داره و بو داره. اوکی، من اگر اینجوری بشه که نمیشه چون که من تو رو نمی کنم، ولی اگر یک روز تو رو بکنم اینجوری سوال میکنی، من بهت میگم آریان جان خدافز، ببخشید نمیتونم ادامه بدم و میخوام بدونم بعد پولو بدم یا ندم همه پولو، یا 50% تخفیف میدی چون که گزیدی بهم یه تخفیف میدی یا نمیدی؟ نمیدونم چه جوریه اینجوری با مشتریات. خوبه، یعنی منظور چی؟ یعنی هیچ عصبی نمیشی، انگری نمیشی، هیچ کاری نمیکنی؟ خب نه عصبانی نمیشیم دیگه، میکشیم بیرون شلوارمون رو میزنیم بالا دیگه میریم، ولی بعد نمیدونم تو پولو از اول میگیری یا پولو آخر میگیری؟ من نه، وقت پول از اول میگیرم، یعنی میگم وقتی که میخوای بکنی کشتو میگیرم بعد میدم. آها، بعد مثلا اگر گوزیدی تموم نمیتونستیم بکنیم بعد بگم دارم میرم، بهم یه مقدار پولو برمیگردونی یا نه؟ من فقط دست یورو ایشوز، من هنوز اونجام، من داگی وایستادم منتظرم که تو بکنی، تو انصراف دادی، مشکل من نیست. آخه تو گوزیدی، چجوری مرد میتونه ادامه بده با گوزیدن؟ من نمیدونم تا حالا اینجوری شده باد مثلا تو بگوزی با یک مرد بعد مرده بگه چه بوی قشنگی، ادامه بدیم اینجوری تا حالا شده؟ ببین من به طرف گفتم با من امروز حلیم خوردم، ممکنه تو سکس برینم، گفت مشکلی نیست، ام اوکی ام دان، من مشکلی ندارم، او ام اوکی وید دات. بعد ما رفتیم تو سکس، همجوری که میزد من حلیم ریدم، داشت میزد، مشکلی نداشت. حلیم Yes. Yes, of course I do. Sometimes it happens, honey. I do. آخه تو به مشتریت گفتی من حلیم خوردم، شاید بگوزم وسط سکس، مشتریت میگه اوکی نو پرابلم، باشه؟ گفت that's fine, I'm okay with that. It's خب اوکی، وقتی که ببخشی یکی از کون میکنه باید منتظر هر اتفاقی بیفته، چون ببخشی کون مال ریدنه نه مال کردن. خب همینه، ما با پسر نیستیم چون که ما اینجوری فکر میکنیم اونجای مرد واسه اون ریدنه، ما همینه با زنا هستیم. خب خیلی اصلا مردا هستن که زن دارن ولی بازم تو کون میکنن. کی میکنن؟ با زن دارن با مرد میکنن؟ نه مرد میکنن. خب خیلی مردا هستن که زن دارن ولی تو کون میکنن زنا رو. آره این کارا رو میکنیم. بله، خیلی هم قشنگ، ولی تا حالا دختری نبوده که من باش تجربه داشته باشم بهم بگه مثلا من کله پاچه خوردم، ببخشید شاید بگوزم وسط سکس. اگر اینجوری باشه بهش میگم اوکی اشکالی نداره خانم، فردا میبینمت. فردا میبینم. امروز اوکی، تو انجام بده، فردا همدیگر رو میبینیم. من اینجوری بهش جواب میدم. درسته. خب تو بپرس سوال تو که گفتی سوالم اومده. همین فکر کنم جواب دادی. من میخواستم بدونم تو دنیای گی، مرد با مرد، فکر کنم مردا میدونن این چیزا شاید اتفاق بیافته، مثلا یه مردی تا حالا شده، نمیدونم، مثلا نمیخوام بگم، ولی اون یه چیز از اونجای سوراخش مثلا بپره بیرون تا حالا شده؟ Yes, آره چرا که نه، why not. بعد چی میشه حوق اونجوری میشه؟ مثلا تو مثلا داری میکنیش، اون کارو میکنه، بعد تو مثلا جواب چیه؟ تو ادامه میدی یا چی میگی؟ چی میشه؟ خب ادامه میدم دیگه. اولا که خب من دستگاه گهپاکن دارم، بیارمش. چی؟ دستگاه گهپاکن دارم، بیارمش. پاکن واسه گه؟ Yes، یه دستگاهی دارم گهپاکنه که قبل از سکس اونو میکنم تو کونم، تمیز میکنم، بیارمش یا نه؟ اوکی بیارش. خب هر بچه های عزیز که تو لایبین، هر کی میخواد من دستگاه گوه با کنه نشون بدم، یه قلب قرمز بذاره برام تا من برم بیارمش. فکر کنم به جای قلب قرمز فکر کنم ایموجی انو الان میذارن به جای قلب قرمز. من قلب قرمز ندارم، اینم نشون نمیدم عزیزم.
قلب قرمز، قلب قرمز، یا اول لخ شد کونش رو نشون داد، الان میخواد گوپا کن نشون بده. ما تا الان نشیدیم این چیزها رو، ما نمیرسیم گوپا کن. ما میدونیم آفتابه هست، کلینکس، حالا گوپا کن هم داریم. یه کسی سبز، قلب سبز، نمیدونم قلب سبز شب باشه 13 به در دارن این قلب سبز رو میذارن. سلام علیرضا مظفری، سلام فریبای عزیز، علی تبد، علی